سلام بیننده عزیز، خدا کنه که خوب و سلامت باشین. خوش آمدین به ولاغ امروزی ما. ما و روحان جان ویدیو را شروع کردیم براتون، با زمان تا میریم طرف یلدا و راهیل جان و امروز تنها ما چهار نفر نیستیم در ویدیو امرایتان، بعضی کسای دیگه هم هستن عزیزا، پس داخل ویدیو ما را امرو باشین ببینین که امروز چی گپ هست و امرای ما کیا هستن و به خاطر کدام مناسبت یک جای شدیم. باز دوستا تشکر میکنم یک جهان به خاطر از اینکه ویدیوی محفل نامزدی یلدا جان که نشر کرده بودیم، بسیار زیاد کامنت ها اومد، بسیار زیاد مسیج های تبریکی اومد، یعنی در تمام صفحات مجازی کل هموطنای ما که ویدیو را دیده بودن اما احساس صمیمیت و مهر و محبتی را که نسبت به ما در دلایشان بود بیان کردن با کامنت ها و با مسیج هایی که روان کرده بودن بر ما. دیگه من قلبا سپاسگزاری میکنم از تان، یالا هیچم احساس خوشی و قدردانی من نمیتونم بیان کنم براتون. سپاسگزار هستم از تک تکتان که من حیث فامیل ما در کنار ما هستین و قدر بر ما انگیزه میتین و قدر دلای ما پر است بخاطر بودنتان. دیگر دوستا میریم طرف یلدا جان و راهیل جان، در ادامه ویدیو هم همراه ما باشین. خدا کنه که ویدیو امروز ما براتون جالب باشه و مثل ویدیو قبلی هم حمایت کنین از ما، ویدیو ما را تا آخر ببینین و امو انگیزه و انرژی را بر ما بتین که به خیر و به خوبی کوشش کنیم که روز به روز ویدیوهای ما را بهتر و بهتر ساخته بریم تا اینکه ساعت شما هم وطنای عزیز ما همراه ما تیر باشه. دوستا امروز میمان داریم، بازم خوشبختانه باز ایره برتان در جریان برنامه میگیم که میمانای ما کی هستن و به خاطر کدام مناسبت اومدن. دیگه روحان جان هم یال از خواب بیدار شده، مگر مثل همیشه زود بیدار شد، هم خوابش پورا نشده، فاجعه کشیده میره. یلا و راهیل هم اینجا هستن، مصروف خواندن کامنت های شما. کامنت های شما عزیزا را میخوانن که در ویدیوی محفل نامزدی یلا جان نوشته کرده بودین. این اردوشن اینجا هستن. یلا و راهیل سلام علیکی کنین. باز دوستان من میرم آشپز خانه، باز پس میم امرایتان هستم. سید راهیل جان سلام بتی. سلام. وعلیکم سلام، خوب هستی؟ دوستای عزیز سلام، خدا کنه خوب و صحتمند باشین. خوش آمدین به برنامه جدید ما. پیش از اینکه برنامه رو ببینین، چینل خودتان چینل کنگینه رو سابسکرایب کنین، ویدیو رو لایک کنین و تا آخر بیننده برنامه ما باشین. پیش از اینکه دوستا برنامه رو شروع کنم، یک تشکری خاص از عمق قلب از همگیتان میکنم به خاطر قدر محبت و مهربانی و لطفی که دارین و بعد از نشر ویدیوی محفل نامزدی ما بر ما زیاد تبریک گفتین و زیاد مسیجا زیاد کامنت ها نوشته کردین که ما امیال ممرای راهیله که اینجا بودم کامنت ها میخوندم، به خاطر که بسیار بر ما با ارزش هستی که شما وقتتان رو میتین و کامنت نوشته میکنین. اینقدر کامنت های خوب و مثبت واقعا بر ما زیادتر انرژی میده. دیگه کامنت ها رو میخوندم، بعضی کامنت ها بسیار جالب بود که ما نشانی کردیم، بعدا حتما به خیر میخونم و سرش میخوایم گپ بزنم. مثلا کامنت یک خواهر عزیز ماینمی بود که گفته بودن یلدا جان که تا گریانایت اشکای ما را کشیدی، ما هم اشک ریختیم. خواهر عزیز با خواندن این کامنت تو ما پس اصلا گریان کردم، احساساتی شدم که یعنی چقدر شما مهربان هستین. دمو ما روز محفل نامزدی من خود بسیار تنها احساس میکردم، بسیار خود ضعیف احساس میکردم به خاطر که دو شخص مهم زندگی آدم پدر مادر آدم میباشه. امروز روز پدر و مادرم در کنار من نبودن، خوراکا و خوراکای ما بیادرکای دیگه هم نبودن، اما بازم خدا را هزار دفعه شکر که مرسل جان و لالا ولیدم در پولین بودن، دیگه نماندن که من کمبودی چیزی را احساس کنم و دیدم که چقدر زحمت کشیدن. دیگه و بدون از بهم که آدم دوستای خوب داشته باشه مثل فریحه جان، مهریه جان و لالا احمد که شما هم شاهد بودین در امروز محفل نامزدی بودن در پولی ما و چقدر زحمت کشیدن. وجود یک قسم اشخاص باعث میشه که آدم همین مشکلات خود کمتر بفهمه و کمتر احساس کنه. دیگه دوستا قسمه که مرسل جان پیشتر براتون گفت امروز باز مهمان داریم، من اینجا زیاد پروگویی نمی کنم، میرم داشت پس خانه ببینم که مرسل چی آمادگی ها گرفته، چی تیار میکنه برای مهمانای ما. دیگه اینجا شیشته بودم، اینی هم اینه میوه خوش که من نقوی خواستم بگه لطفا چای برخود بیارم بیشینم کمنتار هم میخواندم. مرسل گفت که میمان داریم، باید دیگه بریم کم کم آمادگی بگیریم، یادم چای رو چیزا جور کنیم. خب مرسل این الان بگو میمان های ما کی هستن، چی وقت بخیر میاین و چی تیار کنیم؟ میمان های ما احمد برادر، احمد جان و مهدیه جان هستن. امروز خوشبختانه بازم امروی ما هستن در این ویدیو، بسیار که فامیل نازنین هستن. دوست آمد که شما تاریفایشان را در کامنت میکنین، مگر ما وقت شما میبینیم که چقدر مردم مهربان و نازنین هستن. دیگه به خاطر که یاد بجان دیگه رساله و فقط برای دو ساعت گفتن میاییم چون که امروز روز رسمی است و هم اولادا و کلگی در درس و مکتب و چیزا میباشن، دیگه ما میخواستیم که طرف شاو یا چاشت بیان تا وقت بیشتر داشته باشیم و برایشان بیشتر میشینیم قصه کنیم گفت بزنیم، مگر متاسفانه که نمیشه.
باز برای دو ساعت گفتن فقط میاییم به خاطر تبریکی نامزدی گلده جان. دیگه ما اومدم آشپزخانه آجل بعد سودا و چیزا کار داشته بیالده خیلی ببینه رفت آجل آورد سودا آورد. باز یک شیرینی جور میکنم یلده جان برای اسرانه و یک شیر چای. باز میریم بخیر میشینیم میمانه مکملن بخیر. باز گپا و گفتگی و قصا داریم برایتون عزیزا. فراموش نکنین تا آخر ویدیوی ما رو ببینین. در محفل نامزدی که مرسل جان خودت و مهریه جان شیرچای جور کرده بودین، مردم گفته بودن شیرچای دیدیم شیرچای دل ما شد. دیگه می هوا که سرد باشه می شیرچای بسیار مزه میده. دوستا شما می شیرچای جور کنین دیگه بسیار مزه میده. همراه ما یک جای بخاطر که ما هم جور میکنیم مهمانای ما بخیر میرسن. بخیر میرسن. یه دو جان روز محفل مهدیه جان و فریه جان جور کرده بودم شیرچای. من دیگه بسیار مصروف بودم، یک دفعه سالون میرفتم یک دفعه آشپز خانه میامدم، یک فکرم طرف روحان روحانه کم مریض بودی یک سره و دیگه یک قسم هم تو چی میگن؟ سرگردان سرگردان بودم. از این خاطر مهریه جان و فریه جان خیر میبینن آمدن در آشپزخانه شیرچای جور کردن. باز رفتیم پذیرایی کردیم از میمارا و دوستایی که گفته بودن که میمارایتان کیا هستن معرفی کنین. باز انشاءالله او رو براتان میگم عزیزا. نیکه از اسماعیل جان از داماد نو ما زیاد تعریف کرده بودین، تشکر از طرف اسماعیل جان. مزدتان مزرد خواهی میگیم، تشکری کن مرسل مزرد به همه تشکری میگنم. نه نه ببخشون دوستا از بار میرقم چکل اوله شد چی شد یک کلش میفهم بخاطر چیز بخاطر که در محفل نامزدی گفته یکان تا یک نفر یک سر دار ازار سودا. دوستا دیدین که مرسل چقدر ممو کسی بود که کل مسئولیت در گردنش بود. دیگر ای تاثیر خستگی است که آره چهار روز که شده از محفل خستگی هر چی میبود یلدا خلاص میشد، مگر ما خب بیخی گوام نکشت و بیخی خسته شد. هر چی که نباشه نی آدم که در تصویر ببینه کل چیز تیار آماده، مگر بر خود کسی که مثلا نقدر زحمت میکشه برای زی یک درست خیلی در تمام میشه. دقیقا یلدا میفهمی امی هر رقم کار باشه بر ما هیچ سخت نیست، من میتونم به وقت معینش به وقت کمش کارهای زیاد انجام بدم، مگر یک طفل بودن یک طفل که بینی اندازه است و بغل آدم ای دیگه نما کلنش بسیار زفت است این که خوابم دارم من چون که چه راستی تیست بکنیم یک طفل دیگه امرای راهی جان دو طفل گفتم ایش راهی لکم راهی جان شکر کلان شده یند جان تا جایی میفهمم و خوبی و بدی خدا گفتی سلام سلام تو بیا اینجا تو خوبی و بدی تا میفهمی؟ آه بگو چی از خوبی چی از؟ نشیدنی نخورم آفرین. شکر یک ذره اگر کلامک شده حالا میفهمه گپا میفهمه و زیادتر مسئولیت های خودم خودش ادا میکنه. او روز برای الله میگه میگه که من کل کارهای من خودم میتونم، مگر بازم مادر میاد پرسان میکنه که این کارا کردی و نورا نکردی چطور کردی، با وجودی که من کل کارهای من خودم میتونم بازم مادر پرسان میکنه. دیگه مگر اینی طفلکایی که به این اندازه هستن مادرای عزیزی که تجربه دارین هم یالا ویدیو ما رو میبینین خودتان دیگه میفهمین که گرده چی هست. آوالا بسیار مشکل هست. آفرین مادرها به خدا که یک طفل خورد داشته باشن و یا در خانه یک کار یک مصروفیت داشته باشن یا در بیرون بسیار مشکل هست. آوالا خیلی مشکل هست. دیگه یالا جان خیر روانه در یک بغل دیگه میتونی بگیری بخاطر که من کار ما باید خلاص کنم که وقت ما کم هست. خوبستی؟ دوستا ما شیرینی رو میخوایم بزن جور کنم چون در وقت بسیار کم تیار میشه، از این خاطر وقت ما مکان کم است. دیگه میخوایم ببینیم بزن جور کنم بعضی خمیرهای آماده میخوایم استفاده کنم، خمیر فایتی. در ویدیو دیگه هم بعضی امتانهای ما پرسان کرده بودن که سنگوسر از کدام خمیر جور کردین، از این خمیر فایتی جور کردیم. بسیار خمیر خوبش است جور کردن بعضی کلچا و بر سنگوسا و چیزا بخیر مناسب است. نه چون که وقت کم بود من خواستم از این خمیر استفاده کنم. باز میشه که کسایی که این خمیر در دسترس ندارن میتونن خودشون در خانه خمیر کنن، هیچ گپی نیست. باز طریقی خمیر شو اگر خواستید در دیگه ویدیو باز براتون میگم از سر چون خمیر وقت کم است و میخوایم تیست استارا رو خلاص کنم. چهار مغز است. چی میخوای جور کنی مثلا؟ یک رقم شیرینی است یاد از چهار مغز اونو رو میخوایم جور کنم. باز دستا وقت آخر ببینید که اگر خوب شده بود باز چی میکنم؟ اگر خوب شده بود یا نشده بود دوز نظری رو شما بگیم. دوستا این یا پودر کاکاو هست که از این پودر یک کاشت فقط میخواییم که دوستا همین موادی رو که در بین از این خمیر میمانیم جورش کردیم. فقط چهار مغز است، بوره، یک قاشق پودر کاکاو و کمی هم روغن به خاطر چسبندگیش. دیگه موادش جور شد خلاص شد آدم میمان رو میره یعنی چیزایی را که کار ندارم اصلا نیست بس میکنیم از بسیار بیرون شد. همین شیری جور کردنش بسیار آسان است.
بزرگ کردنش بسیار ساده است، آسان است. آه آسان است. و بسیار مزیش هم خوبش است بسیار. مرزی تا آن سه دفعه جور کردیم. دیگه خود ما خوشم آمده. شما هم جور کنید شاید خوشتان بیاد. همراه شیری چای باز دوتی مزدار میشه؟ آه روی شیری چای خوردن میشه بسیار مزیش خوشم. دوستان من ایزر اجاله دارم چون که میمانای ما نزدیک هستن بخیر میرسن و یه هم از جمله همون شیرینی هایی هست که بسیار زود تیار میشه در داشت برای 20 دقیقه میمانیمش بیخی تیار هست دیگه زود بخیر خلاص شوه که میمانای ما بیاین ببینینشون شما مطمئن هستم که دق شدین دیگه 4 روز 5 روز ما نبودیم بازم دیگه امروز بخیر باز کلگی ما یه جای در خدمت تار میباشیم درجه 180 بر 20 دقیقه. روی جون؟ بله. سریال میخورم. خب. بخونش جان. من سر میدیم جان کنم. چای سیاه رو میگیرم. دوستا شیر چای جور میکنم. فقط به اون چهار نفری که ضرورت است چون برایده خوش نداره نمی کنه و ولی جانم خداکار است متاسفانه که بزم امروی ما نیست در ویدیو فقط به اون چهار نفر که ضرورت است جور میکنم رایین جان باید ایده باید جمع کنی خوب دوستا از همی شیر خوب چهار استفاده میکنم که باید خوش به شیر چای ما مرسد گیلسه کلا نگیرشتی؟ ایره فعلا یه لبر جور کردن شد انوز جور نشده باز دقیقه گیلسه رو میگیریم از این چهار گیلس مندازی؟ از این؟ سه گیلس شیر دو گیلس لبن دفته بودم امروی یه دو میخوای یاد بگیره یاد بگیرده جان که باز بس من جان اگر نگست رو نجور کنی دارم امیال بعد چیزا رو یاد بگیم اصلا تو پتا میگیری خوب سهی اینجا هر روز بده پاریم از تا چه ببین من چی کارا میکنم گرچه که نام خدا یادم داری مگر میخوایم زیادتر یاد بگیری نشه که اسماعیل جان باز پریمون شما به من چی با سرتی میای چون یادش ندادی شوخی میکنم دوستا یلدا یاد داره شکر زیاد چیزا رو یادش دادی انوزا به دلاش هستم بعد چیزای دیگه رو یاد بگیرم امروز من خواهی برم شید چیز یاد بد در ویدیو دیگه گفتم دیگه خودش یاد ندارم من نکده بودم دوستا شاید هست این ویدیو رو من جور نکده بودم دوستا مرسل من خواهی برم چیزای رو یاد بد که خودش هم یاد ندارم اینا دیگه خیلی دیگه ایچی یادت نمیدیم خودت یاد بگی نه خیلی بگیدم سه سال تو برای کل سه یاد داری دیگه اما قبل سازدی زیادتر دیگه خوب معلوم نمیشه نه میشه خوب معلوم میشه هرچی یاد بگیری خوب معلوم میشه نه مقصد این شیل چای یاد دارم ایده که خودم خوش داره میگن دفعه جور میکنم ایده میمانیم خیلی باز یک دفعه جوش بخورم خوب سهی یلدا جان دسته تو کلا کمره بند است من بوره رو بگیرم سایس مرسل چی از دقتی؟ بوره گرفتم یلدا جان بوره؟ دوستا باش که دوباره از قوطی بوده برتان بگویم قوطیش دوستا اینه که قوطی است قوطی شیر خشک روحان است که مرسل رو گرفته گلپوش کرده که کاغذ های چی در گردش گرفته از اونمو تقریبا یک ده دوازده قوطی است حالا که کلش اینمو تو رنگ طلایی پوش کرده به خاطر که بسیار هم علاقه خاص داره مرسل به رنگ طلایی ده وقتا کل ظرفا رو طلایی و سفید کرده هم کتی یکا رو جور کرده یکی علاقه به رنگ طلایی سیر قبول دارم یکی هم یاد دارم خوب است که یک چیزی که آدم هیچ فکر نمی کنه که از این بهتر من استفاده موثر کنم آدم از استفاده کنه آرستی کتی های شیر روحان من نگاه کرده بودم راستی کلشن تقریبا 12-13 دانه شده بود باز یک روز فکر کردم گفتم بهتر است که از این نمی استفاده کنم باز گرفتم اول همی مرچ و مساله و یکان لوبیا و نخود چیزا را گرفتم انداختم در یاد دیدم که پشت جالب نیست برم باز رفتم بعدی گرفتم خریدم جورش کردم در خانه تو بسیار مقبول معلوم میشه تشکر اما چیز هم جمع است و هم راستی گفته یلا خوب معلوم میشه آه با صدیقه هم معلوم میشه متوجه باشم که همی شیر سر نره درجه چی را باید کم کنم
ده یک موندی؟ دنی هوای سرد به خدا قیمق چای، شیر چای، چاوه چه قیمی چیزا مزه میده؟ آه چطور نمیسیار مزه میده راهیل چی میکنی؟ نخونه من میکنم میکنی؟ آه که قزو؟ آه یه زنه تو سکیم جرمه کما که یه گدوت کدی؟ خب از خدا ده که ای بوله و اصد داره بورش ده گلوم چیز کرد بورش خوش نداری؟ خوش دارم بورش هم زیاد شیرین است؟ نه شیرین دیگه نیزه خوب شد بگم هم تو خب خب نوش جان هل چقدر یه رو مزدار میشه؟ از همی بوی شیر رو کمیده میشه نگه آولا همی شیر که چند دفعه جوش بخورم رو بسیارم تو بوش خوشو میاید هل که داشته باشه باز بیخی دیگه چند دفعه او طرف من دوتن شیر سر نده یک نمیخوایم زیاد شیرین شبه که باید دل بزنم خورده نشه همین سی قاشق دافیست دوستا اینه دیگه شیر چای ما تقریبا تیار است آماده است میمونیم یک چند جوش دوگان بخوره دیگه بخیر مهدیه جان چون نزدیک هستن میرسن من گلاس ها چیزا رو تیار میکنم خوب بر شیر چای گلاس های کلان میگیرم یا خورد از همون گلاسه سفید گلاسه سفید کلانتر بگید یک ذره که در اون شیچوی مزاده روحان کلچه پختم میکنی پیش داشت آمدی؟ یک دفعه نسوزی؟ نمیسوزه یک دو جان خاطر جمع باشه آه سر بچه ایت خرابات که دیداش قیمتی گرفتی که نسوزه دوستا باشه میگم یاد دارم اگر تن تحصیل کنم روزی که رفتیم برای گرفتن خرید آشپزخانه و یوریام و چیزا امون افر گفت که دو رقم داشت داریم گفت خانه تخت خورد داریم یا نه گفت ما داریم باز دو رقم داشت برای نشان داد گفت یکیش کس از پشت شیشه داغ میاد به خاطر از این است که اگر طفل خورد دارین او خطرناکتر از گرفتنش دیگه باز ما از خاطر که من راهی جان رونده خطرناک نباشه داشت یعنی دو ساعت اضافه تر دادم که من تر دادم این ایدوش را گرفت کنم آه ایداش از پشتش باز داغ نمیاد نه ایداغ نمیاد ایش خطر نداره بسید باشه مرسل صدای دروازه است بخیر مهمانه ما بخیر رسیدن سلام ایدیا جان خوب هستین؟ سلامت هستین؟ خوب هستین؟ خوب هستین؟ تشکر باشه تشکر من گذارم خوربانت سلامت باشی جانم خوش آمدین میزی جانم خوب هستین؟ خوب هستین؟ خوب هستین؟ شکر زنده باشین شما شون داره خوب هستین؟ خوب هستین؟ سلام خوب هستین؟ سلام خوب هستین؟ سلام بیننده های عزیز خوب هستین؟ سلام خوب بخیر؟ زنده باشین؟ اینا بازم ما بی خسته شده باشین خواهش میکنم نه خواهش میکنم ما بسیار خوش میشیم شما رو میبینیم خواهش میکنم بفرمایید خوش آمدین اینا بکشیم باز جانم بی زحمت خواهش میکنم خوش آمدین خوش آمدید. خوش باشید. کاکا جانت بچی؟ خدا ما خانم خود پیش از این میم. جور بخیر. سلام. سلام باش ما. سلام علیکی کنم. باز تو میدونی اینا که از خودت باشه. چی ها دارین؟ خوب هستین؟ تشکر زنده باشین. شما خوب هستین؟ مادر بخیر گذاشت. سلامت باشین. ابروی شما. هستی مخلیا؟ خواهش میکنم هیچ خسته نشده بودیم گرچه شما هم همراه ما بودین اگر شما نمی بودین راستی یک ذره مشکل بود تنها باز شما دیگه آفرین تان جان نه خواهش میکنم کارو لالا احمد مهریه جان به خاطر گلای مقبول گلا رو میگم نگلدم میونم ولی چاکلیت های مقبول مزه چه خوب یک چاکلیت قابل شما رو نه مقصد چاکلیتش بس حل نقصد یلدا یعنی که کم بخوری متوجه باشی مقفول های دیگر در پیش هست نی آه بخیر اولادا را نوردین مریم جان میلاد جان مهندس جان خوب بودن نامدن برای تر شکر خوب بودن متاسفانه کنا مکتب داشتن دیگر آه راستی هم امروز متاسفانه روز رسمی رسمی ها خسته دیگر کنی مکتب هستن فقط ما صبحی یک کمک کار داشتم تا چاش خلاص شد روحان جان نفتی بچیم ببخشن میده چاش بیکار بودیم بریم خیلی یک چکر دیدن یادا جان قربانتان بازم بسیار زیاد خوش آمدین قربان قدمایتان و زحمتایتان هم ببخشین به خاطر امروز محفل که بسیارم برای ما همکاری کردین
البته این تشکری بود که از طرف خودم بود، یک تشکری دیگه میکنم از طرف کسایی که بیننده برنامه ما بودن و از شما زیاد قدردانی کرده بودن، زیاد تشکری کرده بودن. سلامت باشین، از ما خانه خود ما بود، ما جان شما مثلا فامیل خود ما هستیم. خواهش میکنم. دیگه ما چه کردیم به فامیل خود کردیم دیگه، ما کدام کاری چی نکردیم از دست ما دخل. ما خدا به خدا کمک هم نکردم، در پشت کامرا بودم دیگه، کل زحمت شما کشیدین امروی میریا جان و فریا جان و دوستای دیگه که آمده بودن. دیگه زحمت زیادتر شما کشین، خدا کنه که بینندهایتان راضی بوده باشن. خدا کنه بینندهای ما قربانتان، زیاد زحمت کشیدین، بیننده زیاد خوش کرده بودن ویدیو را، زیاد از شما هم قدردانی کردن و از مهریا جان همچنان، از فریا جان همچنان. دیگه بازم خوش آمدید میگم شما را، خدا کنه که برنامه ما بر بیننده هم جالب باشه. بر ما و شما گفته خودتان که بیخی دید و بازدید بسیار خوشایند است و مسات ما زیاد تیر میشه. دیگه امیدوار هستم بر بیننده ما هم تو باشه. خدا کنه که بیننده تان برنامه تان خوش کنن، امروی ما چهره ما زیاد خسته کن نشه برشان. خواهش میکنم، نه گپ نیست، خواهش میکنم. ما به اجازه تون خیلی یک شیر چای گرم و داغ جور کردیم. زحمت کشیدین. خواهش میکنم، زحمت نیست. نه زحمت کشیدین، ولی قابل شما فقط یک چند نخواه گفتیم تبریکی بیاییم بخیر بریم که باز اولادا هم بزرگتر از مکتب بیاییم. دیگه خود را میفهمین دیگه تکرداریس نمیشه. میفهم واقعا مشکل رای مشمای کنه خود زیاد هست. مشکل رای مشمای دور هست که ما که دیگه ما هم نمیتونیم زیاد بشینیم. فقط یک چند لحظه دیدار تان آمدیم. سلامت باشین، تشکر. یادا جانا ببینیم، شما را ببینیم، پس دوباره بخیر با صحبت ها خواب کریم انشالله. روحان چطوری؟ روحانک مریض هست. روحان بیشتر من اونجا بوسیده میشه کمک تاو دارم. آه ایزا تاو دارم، مریضی زکام چیزا گرفتش؟ والا مستاد جان آفرین تان بخدا، داری طفل خورد، مریضی، ماشاءالله میل، چی میگن من قریب میلا گفته بودم محفل یلدا جان مهمانداری میله یلدا جان، میله یلدا جان. آره بخیر باز برنامه های آینده میله ها برنامه نگاه آفرین تان روحان. خواهش میکنم، یک وقت ما احمد دیگر مهریا جان از دل ما بهتر میان چون که یک مادر هستن. وقتی آدم مادر میشه اما قدری که توجهش در خانه و در میمانداریش میباشه باید در اولادشان باشنی. یک وقت مادر ما میرقم چون که طفل خورد داشت و میمانم یک دفعه اینام خدا زیاد میامد خانه، باز ایران میموندم میگفتم چطور مادر میتونه رسیدگی کنه هم بر میمان هم بر خانه هم بر طفل. ما درتان میکنیم، ما دوستی مردم اینجا فروپاس حقوق برابر است. بله. ما هم درکتان میکنیم چون در اروپا مردا هم در خانه سهم میگیرن. بله، برابر به خانما تمام مشکلات ها را، ظرف شستن خانه پاکی را، تمام طفل شب بیدارخوابی ها را بسیاری فامیلا سهم میگیرن. او از دلتان خوب سیمه گرچه از مال نام خدا چندین سال گذشته دیگه از مال نام خدا کلان شده. نام خدا رو دادم کلان شده. تا خدا مریضی دور داشته باشه، مریض که باشه نیز آدم نارام میشه. تا غیر از او دیگه نام خدا کلان شده. نام خدا کلان شده. خام گفتم فوجا داشته میرم. بودا چه خامه شدی؟ بیننده عزیز بالاخره منتظر کسایی که بودیم آمدن، شکر دیگه. حالا چطور میتونیم خوب وقت فکر شد برابر شد که تیار شده بخی امی شیرنی ما هم تیار شده دیگه. میکشم میشک دیکورک میکنم میبرم سر میز. چای گرم، هوا سرد شده در این روزا، خدا کنه که خوشم میمان های عزیز ما بیاده. گرچه که دیگه احمد بیاده مهریا جان میمان مفتنه میشن بر ما، بر ما بیخی اعضای فامیل ما واری هستن، خوار بیادر ما واری هستن. باز و ایوان نفر کلمه میمان از دانم رو رای خیلی دیگه میمان نه که خوار بیادر خود ما بگو آمده آده و این کچه های بسیار مزدار مولیم میشه. زیاد جور نکردم چون که کیک کلچه در خانه زیاد مونده بود از دون مفل، بازی فقط آمود تازه گفتم جور میکنم اینجا بود دفعه.
این گلاس ها رو من زیاد خوش دارم. لنگای مقروم دارم و برای شیرچای بهترین گزینه است. اما ترسیل دانی؟ خوب است مگرم. آلوم نمیشه. چیش مولوم نمیشه؟ گلاس ها مولوم نمیشه؟ من از گلاس های شیشه ای خوشم بیاید. مثلا چای دمینش باشه یا کافی یا شیرچای یا قیمق چای خوش دارم دمینش مولوم شود. خب منظور دی است که از پشت گلاس مولوم شود چیزی که دمینش است. من گفتم خیلی گلاس ها خورده است در نظر نه من نکتم که شیر چای مولوم نمیشه دبنگش مولوم نمیشه این گلاس ها هم زیاد خوب است مگم شش تا داری بزی گلاس ها شش تا هست سی رنگ کدام رنگ چه خوش دادی؟ کلش هم خوش دارم این رنگ چه به نظر مقبول تر است سرخ می خواهش میکنم مدیا جان یه زحمت نیست خدا کنه خوشتان بیاره امی گل تازه در خانه چقدره که فضای جالب جور میکنه من بسیار خوشم میاد گل تازه گل تازه خوشایند است دیگه تازه است دیگه آه تازه است واقعی آه گل دست یلدا جان اما تو تازه نگاهش کردیم میریه چون دیگه چهار روز گل دست دو دامه داشتم یکیش آبی بود و هم گل تازه بود آبی شکمه خدا پشمرده ساخت بازو را قیچی کردم زیر مو چیزش باز مانم ده و یک خدا کنه اما در خانه شما خوب است تازه ایمانه در خانه ما گل خود زود چی میکنه پشمرده میکنه در بین گل تازه میریه جان ما بودم اندازیم دعوش از همی خطر باز اگذاره میگن در بین گل تازه که بوره بندازید بازم و زود خدا پشمازه نمیکنن تقریبا یک هفته دو هفته خوب خیلی دمابای نزی شما بوره انداخته یکنی خودش یک پاکتک چی داره گلای تازه این موادک هم داره تا از ما رقم کنیم خشک میشه در خانه ما خانه حتما زیاد گرم است مهریه جان خانه که زیاد گرم باشه گل خدا خراب میکنه هرچی در موقعیت سرد نگاه شوه و گفته یلدا جان بوره انداخته شوه باز او یک هفته یک نیم هفته دوام میاره مهریه جان من گفتم در فرانسه به حساب رواج همی هم هست که از این گلدان کار دارن در زیرش گلاب در زیرش خودش گلدان داره هم به دیشش جانا دیگه گل زینتی هم هست من گفتم از اونها یک دانه بگیریم این بسیار مقبول است فرق نمی کنه اما او باز یک دانه گل است دیگه و داخل یک گلدانی دیگه باز تشکر بسیار زیاد زنده باشین بسیار گل مقبول آوردین یلدا جان مقصد خودت گل واری باشی عمر زی دیگه همیشه نعمت خوش و خوشحال و تازه و هر تازه باشی هر تازه باشی آلای یعنی که دگم درباره گل است میگن یک نفر که گل بر اخلاص یک نفر میده اما بازی دوام میکنه اما تازه میمونه اما ترس یک سلسله یا پای دگام است که اگه بگویم شاید اگام تو خنده بکنن نمیفهم که ایگه به اکثر گلا است، اکثر نباتات است یا تعداد کمش است میگن وقتی که نبات شما در خانه پرورش میتین نبات امرای شما انس میگیره ما انس میگیم امرایشان همیشه که شما را ببینه یک قسم همیشه تازه میمونه اگر مثلا امو نفر که دائم امرایش است و اگر نباشه یک چند روز مسافرت یا برای باز گل خود را پشمرده نسازه نمیفهم بسیار جالب است به حساب چی میگن انگلیسی داکیومنتری میگن مستند در باره زیاده بود برای ما هم خیلی جالب بود و دوستا اگر در این باره یعنی ببینن تصاویر رو بکنن پیدا خواهد کردن در برای شده لیکن گل تازه نمی رقم از دیگر صاحب شده رقم که رو پرورش داد اما تو تازه می مونن واقعا نمی کنم بچاره از ریشه جدا شده دیگر رقم میشه و آخر یک آخر از بین میره بله تشکر بسیار زیاد و زحمت شدین بخورم خواهش میکنم زحمت نیست فکر میکنم صدای روحانه که شد بیدار شده باشه خودتان تو مونیتورک شبشتان میگیرین هم میتونین تفلا ببینین هم صدایش اگر گریان و گپا بکنه بر تمارش آزادانه میتونین در فرسانه هم دیگتانه بکنین هم تفلکتانه بینه بدون از این طرف از کسی برا سر صدا شن از اون بسیار نظر خوب از احمد دار در اولی نمی فکر کرده بودیم راستش باز خانه که از اوقدر زیاد کلام نیست هر قسمت خانه که باشم صدای روحان در گوشم میاد باز ما نه قدم هست که اقتصادی میانده شما نگم هزی کرده که مرسد راحت بشه رو رقم بله دوستا گرفتن
جانم. دوستان گرفتن بیننده شما کمی تصویر ببینن میفهمن. بله. دوستان گرفتن از پیشنهاد کمره برای اتفاق کردن باشن. باز چی هست؟ از خاطر می که خانه زیاد وسط کلان است، اتاق نزدیک است، در کل اگر در آشپزخانه باشم چون یک دروازه دوم بین آشپزخانه و اتاق است. بیخی صدا واضح راحت می آید. اگر زیاد خانه کلان می بود یک منزل بالا یکی پایین دیو صورت فکر می کنم ضرورت نمی بود. اما فعلا خانه زیاد نیست. دیگر خدا کنه که خیلی عالی. خوشتان آمد. دوستای عزیز جایتان خالی. طبق وعده ما به حوضتان میخورم یشتیم و جای شما منو جان میکنم. مزهشم برتان میگم که خیلی عالیست. جای همه اگه دوستا خالی نوشو جانتان با بخشان میگم قیمخ چای هم مزه دارست دوستا سر قیمخ چای روز محفل ما زیاد گپ زده بودن نی؟ اونجا میگم قصاب که زیاد شای یک گپ ها کسی شده بود خوب شد من هم بودم اگه من میبودم کل خراب کنی سر من بشت نه وقتم هم خوبی رو بارم زیاد بود ماشاءالله نقدر کار بود دوستا از یک کار در خود تان معلوم هم نه پشت پرده صاحب خانه بیچاره اصلا وقت ندارم مگم همون شیر چای بسیار مزدار بود شاید یکان دوستای دیگه ما به تلقی دیگه جورش کنن که بر ما بفته بودن مثلا تلقیش ما غلط است نه تلقی ما صحیح بود مهم اینه میسی بسیار مزدار مزدار بود آقا طریقه هر چی باشه خیر از مزهش مهم نیست طریقه مهم نیست مزهش مهم نیست نه راستی خوب شما دارم دیگه جانم روز اصلا دوستای عزیز که پسی قرار است که هر کس در هر منطقه که زندگی میکنه از امو منطقه عادات و رسوم و رواجه های خود میگیره طریقه آشپزی مختلف را یاد میگیره دیگر غذا پختن طریقه های مختلف که مثلا خود حالا یک برنج ما شما پختن میکنیم اگر برنج ساده دم کنی و اونقدر صافی بکنی نمیفهم قابلی بکنی و دم پخت بکنی هر کس با طریقه خود پختن میتونه گفته شما امو مزهش مهم است داخل که مزه میتونه نمیتونه حالا میشه چای هم طرف های سمت بدخشان قندوز تخار این سمت شما رو براتون بگیم بغلان کابل اگه او شیر چای پخته بکنه مثلا باید بریم به طرف جنوب اگه قنداریا مثلا هراتیا بادویسیا اگه او شیر چای پخته بکنن هر کس با طریقه خود پخته میکنه اما بازم اون کیفیت و مزه مهم هست که داخلش دیگه امیدوار هستم که میمانایی از عزاد جان عزت شده باشن تشکر از برکت شما شد لالا احمد نمروز محفل من بسیار از یک طرف خوش بودم از یک طرف دیگه بسیار احساس کمی میکردم احساس ضعیفی بخاطر که پدر مادر بسیار مهم از هر حالت باید در کنار آدم باشن و در یک روز خاص بتون از او خوراکای بیادرکای نبودن دیگر می که شما بودین در او روز زیاد زحمت کشیدین باعث شد که من احساس کمی و کمبودی را که میکردم منمو بخیر ان شاء الله خداوند مرا توفیق هدایت بده که من نیکی تو شما را جبران کنم خیر هیچ وقت خوب است که از طریق این برنامه شما معنی میاله چندین بار از فراموش میکنم دوست عزیز خدمت پدر جان بزرگوارتان خدمت مادر جان یا هستیم در مسافرت با هم هستیم اینجا فامیل خانواده امی است که ما فعلا تشکیل دادیم دیگه خانواده نزدیک از ما کسی اینجا نیست از مرسل جان شانم خانواده نزدیک شانم که شما هستیم دور هستیم در تصویر میبینین دیگه کوشش میکنیم به یک دیگر برسیم کوشش میکنیم احوالگیری یک دیگر باشیم دور از برنامه ها دور از اینکه ما پیش روی تلویزیون بیاییم دیگه مثل یک فامیل خود ما واریم این شاطرتان راحت باشه که اولادای شما دخترای بسیار نازنینی که اینجا دارین مرسل جان یعنی جان دیگه یا احساس تنهایی نکنن در غربت من از یک برادر در پولیتان هستم دیگه امی که افسوس که رای ما خیر باشه با وجود اگر کوچ کشی کردیم خانه فصل خانه نزدیک باشه بلال خیر خانه کرایی هست خدا کنه که در منطقه شما یا شما در منطقه ما خانه پیدا کنیم ان شاء الله با هم نزدیک شویم که بتونیم بیشتر از هم داشته ان شاء الله تشکر بازم محمد بدر که بسیار نمو گپایتان لازم باشه دیگه من کمک زیاد گفتم امیدوار خسته کن نباشه بر دوستان خواهش میکنم اصلا نگر نیست گپایتان سر انرژی میده بر ما یعنی همه قدر دوستان میبینن و میفهمن و درک میکنن هر چی دیره در تصویر یک تصویر میبینن میدیه جان میتونه درک کنه تا جایی نگه واقعا شما بر ما و برادر کلان دیدین میدیه جان همه خواهر کلان بوده که در هر روز خوب روز بعد ما در کنار ما بودیم
این دوستا هم شاید هستن و خود ما خب بیزو وقتی که بیان میکنیم میگیم معمولا یعنی از دل برتان میگیم دوستا دیگه انشالله همی دیده بازدیده ما بخیر بیشتر از این شب گفته شاید بیشتر از همون دردای دل خود برتان گفت از دو گفتی احمد بیدن هر کس در زندگی جای خودم میداشته باشه پدر جای خودت داره مادر از خودت داره خور کلان بیدار کلان یا تک تک از این فامیل جای خودم میداشته باشن دوستا جای خودم میداشته باشن دیگه اما تو امو گپی را که یلده هم یعنی گفت دوستا تجربه از خودم چون که دارم من بیشتر از دل یلده امروز میانیم خدا غم دور داشته باشم میگه جان در خوشی شکر همه میده کنار آدم میگوشن خنده میکنن آدم اما دلپوری میکنن میگن اینه شکر ما امرای دستی باز آدم به بسیار سادگی میکنه که قبول کنم بپذیر اموارت اما خداوند غم در ملک مسافری در ملک بیگانه سر آدم نبیاره بسیار سخت از بطنایی تیر کردن یکم دیگر امو گفتی که یلده هم یادواری کرد من خواستم هم خبر بود این یلده که تنها من خور کلان دستم مثلا تنها منی تنها مهدیه جان و احمد بیدر نی ولی جان نی فامیلا نزدیک نی بلکه 120,000 بیننده که ویدیو را دیدن کلا این امرو دستن ماشاءالله خداوند ماشاءالله من هیچ باور نمیشد که قدر یک فامیل بزرگ داریم من از قدر پیامای تبریکی قسم بخی از دلم پروانگاکا بیرون میامد از بس که خوش بودم اما احساس کمی و کمبودی را که داشتم حالا بخی در وجودم از بین رفتن یعنی بسیار بسیار خوشحال هستم دوستای عزیز از اینکه ویدیو را تا آخر دیدین و قدر همراه ما بودین و اینمی که همین ویدیو اینا محفل نامزدی برای ما نشر کردیم خواستیم شما را به شکل مجازی در محفل ما دعوت کنیم خوشی خودم خواستیم شما را شریک بسازیم دیگه بعضی دوستا گفته بودن که چرا محفلای شخصی و چیزای تنها نشر میکنیم در صفحات مجازی دیگه باز از دلیلش باز هم اینمیست که خواستیم در خوشی خود شما را شریک بسازیم دوستا ما تو کمیشه برتان میگفتیم عین پیش از امی 3 سال پیش اون ویدیوهای ما که بود در اون ویدیو ها ما میشه ما برتانه میگفتنی ما بود که شما را ما من هست اعضای فامیل ما فکر میکنیم چون که شما هستیم که ما هستیم ما قدردانی میکنیم از اینکه شما ما را دوست دارین امروز ویدیوهای ما را میبینین از اینکه قدر کامنت های مثبت ما میگیریم شاید عجیب باشه که مهدیه جان از 99% 99.9% اگر ما برتان ببینیم کامنت های مثبت و کامنت های پرمحبت ما دریافت میکنیم کلش به حساب امو احساس صمیمیت احساس نزدیک بودن ما را با شما نشان میده و شما را با ما نشان میده از اون خاطر چون که زیاد هموطنان ما درخواست و تقاضا هم کرده بودن روزی که ما رفتیم برای گرفتن همون گل یا لفظ محفل یلدا جان دوستا تقاضا کرده بودن خواهش کرده بودن در کامنت ها و حتی مسیج شخصی زیاد دریافت میکردم که در فیسبوک اینستاگرام تیک تاک در تمام صفحات مجازی دوستا مسیج میکردن و میگفتن که حتما محفل یلدا جان در یوتیوب شیر کنیم که ما ببینیم ما گرچه زیاد هم رایتون دور هستیم اگر دلای ما نزدیک است براتون میخواییم در این روز خوش دارم در پالیو دل باشیم امی گپا دوستا باعث شد که ما امی محفل یلدا جان در تصویر بانیم گرچه که هیچ مشکلی مثلا به نظر ما وجود نداشت که ما نشد نکنیم به نظر خود یلدا جان به نظر فامیلا و دوستای نزدیک ما دیگه بعضی یلدا جان بیخی خاطر جمع باشه 99.9% مردم خوش شدن از این کار ما و خود کامنت های خوب دادن مثبت دادن اما 0.9% میمونه او دیگر نرمال است یکان گپا باید باشد که یکان برگان تا گپ پیدا شد برگفتن تو خود نمیشه کنش مثبت باشد گپ سر کامنت ها آمد مرسل یک کامنت بسیار بر من جالب بود دیده تار 3-4 دفعه خاندیم و تا سکرین شات هم کردیم روماجان رضایی گفتم که یلدا جان تبریک باشه خوشبخت شوین دیگه گفته که این نامزدی رو بسیار یک دفعه‌ای و خلاص نشه کرد مثل دیگه یوتیوبرا سیاه عجب کار کردن راستی هم بسیار کار کردن مردم خیلی تکلیفش آسان کردن دیگه با یوتیوبرا دیگه کار نداریم هر کس خودش بهتر میفهمه که چی کنه احترام میکنه به همگی و کارشان دیگه راستی ما نینم تا خلاص ساده گفتیم نشد کنیم برای دوستان جالب باشه مثل یک دفعه‌ای ببینن اما سریال چی چور نکرده نامش نمیگم سریال تولسی دوستان گفته بودن که آخر قرار نامزدی گفته نامزدی رو ده خامه گرفته امیر خدای گوتل میگرفته خب دوستان به خاطر اینکه محفل شیرینی خوری نبود روسی محفل کلام نبود فقط یک لفظ دادن یک شیرینی دادن بود دیگه ده خانه بین دوستای بسیار نزدیک ما دوستان چون که فقط محفل لفظ دادن بود و خودتون بهتر میفهمید که مراسم رواج و کلتور افغانی ما شما نمی هست پیش از مثلا پیش از مراسم شیرینی خوری و روسی یک محفل که لفظ دادن گرفته میشه و اما فقط چند نفر بسیار مزمی که از فامیل آرس یا از فامیل داماد میان و اما شال انگشتر به حساب
مراسم شا خلاص میکنن بخیر بود دیگه، چون که جای واقعا خرد بود یک سال نه که ما را دوستا دیدیم که خرد است، امکانات زیاد نداشتیم که علیه شکر دوستا و نزدیکای ما بسیار زیاد هستن، خدا را شکر خداوند در امو برکت بندازه که زیاد زیادتر شوند، بسیار بر ما قابل افتخار است این مسئله که یاد میکنم و میالم. اما متاسفانه خدا کنه دوستا بعضیتون خفه نشده باشه، نازرده نشده باشه که چرا ما را نگفتین، فقط مشکل جای تنگی بود و یوم یک محفل لفظ ساده بود. انشالله در محفل های دیگه بخیر باز کلا یک ما دور هم باشید. عزیز یک موضوعاتی است که مثلا کسایی که در خارج هستن این موضوعات رو میفهمن، کسی که در افغانستان یا مثلا در افغانستان بیننده تان هستن یا کشورهایی که مثلا مشکلات هم ندارن و شاید کمتر درک میکنن، اینجا قواعد خود را دارن. مثلا در یک آپارتمان شما وقتی یک محفل میگیرین با تعداد بسیار زیاد نفر خبر کردن نمیتونین، اصلا همسایه های بالا و پایین اذیت میشن ما اجازه نمیتن یا مثلا مشکلات دیگه با آوردن برتان، اما باز هم شما کوشش کردین که بسیار زیاد دوستا رو خبر کنین، اما دیگه نمیشد دیگه چون جای ما خرد بود دیگه، شما هم قدر تعدادی رو که لازم دانستین خبر کردین. من دیگه باز هم دیگه دوستایی که نتونستن بیاین مثلا جاشون همیشه خالی است، من دیگه اروپا هست مشکلات خود داره دیگه، شما با بزرگواریتون ببخشید دوستای عزیز دیگه، پشتگان نقطه اگه کار نگردین زیاد. در کل محفل شیرینی دادن الدا جان بود، شما لذت ببرین که یکی از فامیلای خوب ما، یعنی ما یک فامیل نیست یعنی دو فامیل خوب ما امروز شروع یک زندگی خوشبخته، یعنی یک آینده خوبی را برای خود تهداب گذاشتن، خداوند در دویشان کامیاب و موفق داشته باشه، خداوند یعنی با آرزوهایشان برسانشان. ما شاید محفلهای دیگه خواهد بودیم، به اصطلاح یکم تا میگه که در کجا دنگ و دنگ است که ما بریم یک لقمه قابلی بزنیم دیگه. حالی ما هم قصه است دوستای عزیز، من نمیجه شیشته منتظر قابلی بعدی دیگه، من مایندگی کردم قابلی را میخوریم بخیر، باز مزهش بردان خان رو بیم. تشکر ممنون دیدار سنده باشین، همیشه همی حضورتان در کنار ما باید باشه و خاطر از که واقعا همی میگن از یک کلت دو بیتر است از دو کلت سی از سی کلت شما همیش تعداد ما زیاد شد و ما قدر هم فضای سمیمانه انشالله که بین ما زیاد زیادتر میشه دیگه. فرحال خدا دوستان باز منتظر آلا میگذیم متوجه ما باشیم، امروز بسیار گفه مرسل غلط بیرقم زیاده شار کار زیاد است امیش امروز مسجم خیلی مصروف از شید خودی این هم بزنیم کنش سر دستر دست این روز میگریم ایش هزی که مسیح چون بیاییم تفلداری تفلداری واقعا بیخوی 100% از تفلداری شو طفلان آرام میباشه. اینه دوستا بیشتر تصویر دیدن روحان جان کمک کتاب داشت راسی هم اونه بسیار با مشکل استراحت کرد، اینا دو دقیقه استراحت نمیشه پس بداد میشه مادر از دیگه باز امراش میرم من خواه دادم روحانم فرمان شده پیش از بیاییم مرسل یک کامنت خواهدم تشکری کردم مرسل میگه من از طرف اسماعیل جان مزرعت میخوریم ایوازی که باید بگه من از طرف اسماعیل جان تشکری میخوریم کسایی که از آبادامال ما زیاد تعریف کردن من خواستم از زبان آبادامال از شما تشکری کنم اگه بایی گفتم که از کل در مزرعت اصلا ناگفتن همون از گرچه ما موضوع رو مازر بودیم در پشت کمره بیام دوستایی که از طرف فامیلای دامار بینیدتان هستن دیگه یک تشکری خاص یک مبارکی خاص برای تان دوستای عزیز، خداوند اسماعیل جان کنده کامیاب داشته باشه، بسیار یک بچه خوب در یک یعنی در یک دید آدم میتونه یک مقدار قضاوت بکنه اما درست نیست که کس قضاوت بکنیم، ما بازم همین اصطلاح فرانسوی اینمیست میگه که نباید کسی را قضاوت بکنیم، اما ما دید اول که دیدیم یک بسیار یک آدم خوشبرخورد یک شخصیت بسیار خوب دیگه، خداوند من میگم فامیلایشان چی میگن همیشه عمر دراز بته، خوشبخت هستین که اسماعیل جان را یک بچگک اهل صالح دارین. من بچگک میگم یکم کلمات دوستات شما باشین چون سن سال من دیگه کم کم بالا میره دیگه، جوانای کنال پیش از ما میان دیگه بر ما دیگه نیم عمر ما یا چیزی کمتر بیشتر یکم کلمات میبره چون بچه‌ها دیگه کنال شدن حال عادت کردین دیگه، شما به حضورتون باشین. اما در کل اسماعیل جان داره یک شخصیت بسیار خوب بچه بسیار خوب دیگه، خداوند کامیاب داشته باشیشن، خداوند خوش داشته باشن دیگه، عروس ما را
خوش و خوشحال چه میگن برش؟ نگاهش کنن و دیگه زندگی خوب داشته باشن. الله یامین، سلامت باشین. تشکر دوستان که کسایی که گفته بودن که درباره ی آقادامات معلومات بدین که کی هست، چه قسمی اگه آدم هست، از کجا هست، این معلومات ها رو بخیر براتون گفتم میدین در هر برنامه کم کم آمورسلام تو معلومات بده. دیگه در زندگی یک دختر وجود پدرش هم مهم است، اما وجود بیادرش بسیار برش مهم است، در زندگیش بسیار تاثیرگذار میباشن. لاله احمد من سه تا بیادر اصلی دارم، منیر جان، امیر جان و منصور جان، و امروز همراه شما خوشبختانه که در کنارم هستین. من چهار تا بیادر دارم و همون خواستم که بر اسماعیل جان گفتید متوجه من باشه، بعد از دیدن از این ویدیو زیادتر متوجه من میباشه، به خاطر که اینجا شما هستین. هرچی نباشه در داره اینجا هستین، گرسی اروپا اما بازم بازم احمد دارم فرهنگ، کلتور، رسم، امرات خواهد ما باید فراموش نکنیم. یاد دو جان لطف میکنم. خب بازم خدا کنه که روزی برسه که خود فامیلم بالای سرتون باشه، چی در اینجا چی در وطن. در رابطه با موضوعی که گفته بودیم که محفلها رو مثلا چرا شیر میکنیم یا نمیکنیم، یک وقت ما متعلم مکتب بودیم، در درس تاریخ مثلا موضوعات را خوانده بودیم که یک از این کشورها از بس که زیاد لشکرکشی کرده بود و کشورهای دیگر را فتح کرده بود، می گفتن که در سرزمین از این کشور هیچ وقت آفتاب غروب نمی کنن. یعنی اگر او در آسیا می بود، آفتاب اونجا اگر می برامد مثلا روشنی می شد، باز کسایی که اروپا بودن آفتاب هم توی بالا می شه، باز اون طرف تاریخ می بازی روشنی می کنن، باز می رو به طرف امریکا، جزایر کجا گرفته و اونجا روشنی می کرد. یعنی هیچ وقت در اون سرزمین تاریکی رو شما نمی دیدین، هر منطقه از اون یک وقت نیک وقت روشن می بود. آن امروز تکنولوژی به حد پیشرفت کرده که خانواده یک یوتیوبر، خانواده کسایی که در رسانه کار میکنن، یعنی در سراسر دنیا همونطور یعنی تیت و پراگنده است. هر کس را ببینی از هر کشور بیننده یک برنامه میباشن. حالی مثلا شما بیننده دارین از امریکا، شما بیننده دارین از غرب امریکا، کالیفرنیا، بریم به طرف آسیا، افغانستان خود ما، مثلا کشورهای دیگه، باز بیاییم به اروپا. یعنی هر کسی در یک تایمی برنامه شما برشان میرسه، اما زنگوله را که میگن فشار بتین و سابسکرایبر باشین و این گپا، این امو علتش است که دوستا میتونن با خانواده شما پیوند پیدا کنن، شما را مثل یک عضو فامیل خود برنامه تان را ببینن. به مخاطر است که در خانواده یوتیوبرها هم هیچ وقت آفتاب غروب نمیکنن، هر جایی که هستن بیننده شان هستن دیگه، دوستا زنده باشن، کامنت های مثبتشان خیلی زیاد است، لطف میکنن، نظرات نازنینشان میتن دیگه، هر کس از کلتور و نهاد خود نظرات خود میتن، ما احترام میکنیم و تمام هموطنای ما که ویدیوهای ما را میبینن هر جایی که باشن، نظراتتان قابل قبول است دوستای عزیز. حتی ما دوستایی که زحمت میکشن نظرات منفی نشته میکنن، خیر از وقت شما هم قابل قدر است، اما کلماتتان جایش تبدیل بکنین، اما نظرات مثبتتان را اون بکنین. آه خیلی متلات رای جان، تو چی میگنی؟ چرا؟ رای جان صحبت های ماشون پانا گوشت داینده بردارش میخوره، رای جان خواه گرفت، کم کم یاد میگیره و داینده بردارش میخوره، باید خود دامن جور کنی، دامن جور کنی. یکایتم بسار جالب بود، احمد بیادر نمیخواستم قطع کنم، ببخشید که من متوجه رو ایلم در این زمان بود. نه چیز گفت، اما گفت خلاص دارم. بین دوستا سلام علیکی هم نکدیم و خودتم داخل شدیم، یک سلام هم به دوستا ندادیم. خیر خدافزی و سلام علیکی را پیشه ایم شدیم. خیر باشه ایز گفت این سلام خدافزی. ببخشن ما را به بزرگواری شانا بیادر. من سلام علیکی کردم. ما فکر میکنم که تو نکردی؟ کرده باشم بازم سلام دوستا نکردی؟ میگه سیگان در پس پیش آدم میمونه او روز در روز مفلی از جان اگر احمد بیدار نمیگفت ما هم شاید میخی از وقت رفته بودیم، بخاطر که بسیار مصروف هست، بسیار مصروف بودیم و یکان دفعه هم تدفع میشم. او روزم که
زیاد میمونا آمده بودن از خاطر نامزدی الله مامی سلام نمیدن آره سلام بودی کل قضا ترمیان خلاص کن میتونی سلام بودی دوستا میبینید مهریه جان جالبی بود در وقت آخر ما گفتیم راهی شما سلام ندادی میگه ای برنامه کن خوشم نامد کل چی دستر بگیریم که من خلام دستم دکتر مرزایی یک نامزادی دیگه برگزار میکنه سلام علیکی آنجا برام یک دفعه راهی لک نامزادی یک دفعه روسی یک دفعه میلا میگه چی بوده اون برنامه را اینجا؟ همون روز دخانی دار نامزادی الله نامزاد شدی هم در اخیر اما قصه سلام علیکی و خدافیزی نشده اما موضوع زیاد گرم از فعلا کدام موضوع؟ یکی از آن نام نمیگیرم که باز مشهور میشن از طریق چینل شما فعلا یک شکررنجی ما بین یوتیوبرها جریان داره کدام کسی گفته از یکی از یوتیوبرها که بعض از یوتیوبرها گفته که از اول یک نفر گفته سلام علیکی میکنن یک 20 دقیقه اول برنامه سلام علیکی تیر میشن باز پس یک نفر خدافیزی میکنن 20 دقیقه آخر هم در خدافیزی نما بین میمونه 20 دقیقه برنامه باز اون یوتیوبر هم اعتراض کرده بود پس ویدو مانده بود که برادر اینمی روال برنامه سلامت سلام سلامتی میاره هر شبی که ما میریم خدافیزی میکنیم یعنی از پیش دوستا خدافیزی میکنیم میریم و دوباره پس روی تصویر که میاییم باز مجبور هستیم یک سلام علیکی بکنیم به خاطر از اینکه دو خود نمیشه که در خانه مردم داریم بدون سلام علیکی و او خاطر است که هر برنامه شروعش ما سلام علیکی میگیریم هر برنامه آخرش خدافیزی میگیریم اما یک انتقاد تنها میپذیریم راستی هم کوشش میکنیم که سلام علیکی ما کوتاه باشه کوتاه‌تر باشه دیگه این موضوعات خیلی فعلا گرم هست لسانه دیگه ما هم سلام علیکی خدا از من بید بشته باشیم در برنامه ما سلام علیکی به خیلی کردیم دو سایز اگر نکردیم اول برنامه را اکسای کردیم خیلی نیبخشند با بزرگ بودی شما من بیشان نه آمدن امرای روحیلک روحانک سوشتریم داره و دست تانم گل میده چاکلیت به تایی تراچی خیر است امون دفعه ترم که مثلا در خانه داخل شدیم سلام علیکی امرای ما کنین امون بایی اون است امرای بیننده هم سلام علیکی بود بعض وقتا آدم هم تو میشن واقعا بخی از فکر کردن چون که فکر شدن شد نشد اما گفته شما وقتی که داخل خانه شما آمدیم ما سلام یعنی تشریف کردیم اگر مثلا بیننده های عزیز برشان سلام تقدیم نشده باشد کمود احساس کرده باشن ما باز هم سلام علیکی خدمت شان تقدیم میکنیم شما هستین که ما هستیم اینجا این دوستان شما هستن که ما هستیم احترام شما به سر جشن دوستان مقصد اینه احمد بیا در یک مضمون دیگه جور شد برای کسایی که پشت یگان گپای منفی میگن حالا شاید در ماه دیگه جور شد که اینا اول سلام علیکی نمی کنن داخل سلام علیکی نمی کنن داخل سلام علیکی نمی خیر او بیا سو ببرای خیر از مایی در مایی در هم کسا رو میگیرم میمونم مایی در هم کسا رو میگیرم میمونم بازم یلده جان تبریک باشه و خوشبخت باشی با خوشی ها زندگی لعو جدید و خیر آغاز کنیم همیشه یکم تو میگه با پای هم پیش هم همیشه با پای هم جوان بمانیم مرسل جان دوستان شاید هستن دیگه یک دوستی برنامه است که من میایم شما عزت میکنین شما قدر میکنین و زحمت میخوادین خدا دیگه اگر اجازیتان باشه که این دفعه دیگه شما بیاین به طرف ما برنامه رو بر ما بگوین که چه وقت میتونیم شما برنامه تان رو بر ما بگوین که چه وقت آمده میتونیم طرف ما که ما هم از شما دیر شده پذیرایی نکردیم بازم تشکر میگه جان از شما تشکر چرا نه ما به کمال خوشی دعوت تانا میپذیریم برای وزیز گرد میزاریم و شد خدا کنه که برو زیر شد میکنه مشکل نباشه حتما بخیر ما طرف تا بیاییم کچواره کمک افتابی گفتر خوب است هوا خوب است بخلم بسیار خوب است هوا خوب باشم یک چند خوادم بیرون هم دوستان بیار داشته باشین همی سه سال پیش وقتی که سه و نیم سال پیش تقریبا ما که نو آمده بودیم این طرف باز خانه مهریه جان و احمد جان رفته بودیم بسیار یک منطقه مقبول دارم مرد منطقه دارم واقعا جا خوشون بیارم و دوستان هم امون زمان هم بسیار خوش کرده بودن امون خانه تانه منطقه تانه بسیار یک منطقه مقبول داریم
او وقتم تصادف زمستان بود. بازم اون رقم از خدا کنه که شما تصویر برداری خانه ما را همیشه زمستان که خواهم ببینید. تابستانش خیلی دوستای عزیز به تابستان تصویر نمیگیرن. بهترین جای من نیاب داریم. بینده باشین که حتما از زیبایی منطقه میرجان شان حتما باز تصویر میکشیم. خانه از دیگه هم بسان ما را به خانه گفتم میشه. از شما دیگه اپارتمان است. یعنی خانه کیفیت خود را داره، لذت خود را داره، اپارتمان باز لذت خود را داره. خیلی باشه دوستا، باز امرای ما باشیم، بخیر میریم، شما را دعوت میکنیم به خانه میریا جان شان از طریق تصویر. کلاگی ما یک جای دوستا میریم خانه میریا جان شان. خانه غریبانی ما صدقه سرتان خوش میکنم. بعد از 3 سال سال دوستا را دعوت کنیم. بیاین دوستا بریم. بیننده عزیز تشکر که تا فعلا همراه ما بودین. روان جان ما بس بیدار شد، رایلا که امروز مریض بود مکتب نرفته بود، کل روز در خانه بود همراه ما. دیگه یک تشکر بسیار خاص بازم میکنم از احمد برادر و مهدی جان که بازم زحمت کشیدن آمدن طرف ما، گلای بسیار مقبول و یک شکلات بسیار مقبول و مزه‌دار آوردن. تشکر خیلی می‌کنیم. خاطرش نیستم. خواهش میکنم دیگه امیر رقم همیشه بیاین خانه خودتان است، قدمای تا روی چشمای ما. چرا نمیدی جان از ما مامت خانه خودمون هیچ گپی نیست. دیگه خدا کنه عزیزا شما هم خسته نشده باشین، تا فعلا همراه ما بودین. برنامه بعدی ما رو بخیر تعقیب کنین، برنامه جالب و دلچسب ان شاء الله براتون می داشته باشیم. امیر رقم شما از ما حمایت کنین که ما هم روحیه بگیریم، انگیزه بگیریم، برنامه جالب تر ثبت کنیم. دیگه شما اگر گفتنی ان شاء الله، دیگه شما اگر گفتنی دارین. من از دوستا تشکری میکنم، تشکر از مرسل جان بابت چای مزه‌دار و کنجک مزه‌دار. دیگه بیننده برنامه های مرسل جان شان باشین، مبارزی برنامه های یک جایی داریم. بخیر دیگه شما رو میسپاریم دوستا. با تشکر میکنم. یلا جان شما خیش میکنم. شما بخیر. ما بخیر. دوستا عزیز تشکر که تاییدم برنامه چنل کنگینه را بیننده بودین. دیگه ما بنابرای خود در آخر برنامه یک تشکری بسیار زیاد خاص از او دوستایی میکنم که در برنامه های مرسل جانشان از ما یادآوری کردن، تعریف کردن. خداوند نمیگم کمتان نکنه، شما دوستا زنده باشین. دیگه بازم از شما تشکر. دیگه ما منتظر شما هستیم که بخیر برنامه بعدی بیاین به طرف ما. چرا نیست؟ ولی دوستا عزیز تشکر. دیگه ما دیگه چیز گستری ندارم، منتظر تان هستم در برنامه بعدی شما رو بینم. چرا نه، تشکر سنده باشیم. ما تشکری میکنم از لالا احمد مهدی جان به خاطر گلای زیبا و مقبول، چاکلیت مقبول مزه‌دار. خواهش میکنم. تشکر به خاطر دعوتتان، حتما میایین. بخیر دوستان، تشکر از شما که تا آخر بیننده برنامه ما هستین، در ما کامنت های مثبت و پر انرژی نوشته کنین تا کما قسم برنامه زیبا و مقبول تقدیمتان کنیم. ما برنامه بعد بخیر که در خانه لالا احمد مهدی جان هستیم. دیگه شما رو به خدا میسپارم. خدا حافظ. خدا حافظ استاد.